حزکیم روخیم شبات دیگری رو به عزت هشم در پیش داریم. شبات منوحا، شبات آرامش، شباتی که به عزت هشم میاد ارتباط نشامای ما رو با تورا و میسفوت و خداوند بیشتر میکنه، اجازه میده که یک استراحت درونی داشته باشیم و نه فقط بیرونی. یعنی حتی اتمسفر شبات هم برای آدم منوخا و یک آرامش میاره و این چیزیه که ما برای اون حتی تفیلا میخونیم. رسنا بیمنوحاتینو که در تفیلای شبات در لحش میگیم خدایا خواهان و مشتاق راضی به منوحا آرامش ما باش. رسنا بیمنوحاتینو، چرا موقعی که آدم منوحت نفش اون آرامش درون رو داشته باشه میتونه به منوحت گوف به آرامش جسمم دست یابه. حتی امروزه از دوران قبل 3-4 هزار سال پیش هر دارویی از درون کمک میکرده نه فقط از بیرون، چه نظر خوردنی چه نظر تزریقی، چون همه آرامش شخص، خوشحالیش، سکوتش، همه اینها در درون نفش اون احساس درونی که داریم پدید میاد نه فقط از بیرون. پس به عزت هشم از این قرص شبات، داروی شبات، از این اتمسفر و آب و هوای شبات، هتل شبات، تا اونجایی که میتونیم کمال استفاده رو بکنیم که منوحا نخونا اون آرامش رو، منوحات نفش رو از نظر روحی و روانی و نشمایی بتونیم داشته باشیم. به همین دلیل به خیلی از موردها ما نمیتونیم خودمون رو در روز شبات مشغول بکنیم. اگر هر دلیل دیگه‌ای شخص داشت، هنوز این دلیل که من راستش روز شبات چرا حتی از کار و کسبم حرفم نمیزنم در موردش، چون میخوام فکرم راحت باشه، یه روز شبات میخوام استراحت بکنم. چرا خودتو به هیزم شکنی و به باغبونی و به ساختمون سازی مشغول نمی کنی؟ چون یک روز میخوام آرامش درون داشته باشم. جدا از هزاران دلیل دیگهی که ما از نظر هلاخا چرا محدودیتمون روز شبات از هفته فرق داره، اما اگه فقط یه دلیل انسان داشت، یه دلیل رو قبول داشت، منوحات نفش برای آرامش روح و روانم، برای اینر پیس، صلح درونیم، میخوام شبات رو یک حالت قرنطینه، یک حالت مرز از هفته قرار بدم. یک روز میخوام فاصله بگیرم با این دنیا، فشارهای این دنیا، افکار این دنیا، ترس و غم این دنیا رو میخوام از خودم دور بکنم. برای یک روزم شده. به همین دلیل شبات یک مسئولیت نیست، یه برکته، یه لطفه، حسده که خداوند به ما کرده که برو استراحت بکن و در هفته باز با هم شروع میکنیم. یک حالت اگزمشن به ما داده برای منوحات نفش. پس مایی که واقعا از هتل و تعطیلات و وکیشن بدمون نمیاد،
پس چرا از شباد کمال استفاده رو نمی کنیم؟ یک جوری می خواهیم برای خودمون یک کاری دست و پا کنیم، خودمون رو مشغول بکنیم. اتفاقا کارهای خونه و گاراژ و زیرزمین رو می اندازیم روز شباد که تازه تمیزکاریمون باشه، تازه خرید و فروشمون باشه، تازه اگر واقعا ما از وکیشن خاطره خوبی داریم، پولها خرج میکنیم که به وکیشن و تعطیلات بریم، چرا از این وکیشن تعطیلات مجانی که روز شباد خداوند برای ما قرار داده استفاده نکنیم؟ چون به خاطر این که هر موقع هر نقشه، هر پلان، هر آیدیایی رنگ دین و آیین، تورا، هلاخا، میسوت، خدا رو بهش بگیره، فولا ساتان یترها را میاد میگه اه، میخوای تو شبات نگه داری؟ میخوای تو تورا میسوت نگه داری؟ میخوای از روی دلیل روحانی استراحت و راحت باشی؟ فورا میاد انسان رو وسوسه میکنه که یک دلیلی پیدا بکنه که خلاف اون انجام بده. خیلی بارها بوده که مادرانی که یا خوشبختانه یا متاسفانه یکی از بچه هاشون مذهبی میشه، انگوش به نما در خانواده یکی از بچه هاشون هم خدا شد دکتر میشه. اون بچه ای که از یشیوا میاد میگه مامان ما دیگه انگار کاهو اینا رو نمیتونیم زیاد مصرف بکنیم. چرا؟ چون باگ داره، کرم داره، پشه داره، سخت پاک کردنش، باید چقدر زحمت کشید و الی آخر. مادره میگه دیدی بازم مغزتو شستن، آخه کاهو به این تر و تازه‌ای چه پشه‌ای، مگه سیبه که کرم بخوره؟ و الی آخر شما مذهبی ها فلان. فوراً حالت دفاعی و تحکم که من اینجوری تازه است، چقدر پولشو دادم و نه امکان نداره بود. تا اینکه خالد دایی عمو زنگ میزنه ببینید این ربایا دارن توی شیوا با این بچه ها، حالا اومده خونه میگه کاهو هم نمیتونه بخوره. آخه دیگه کاهو هم کاشر و غیر کاشر داره، مگه آشیم ماسینه؟ مگه گوشت خوکه؟ خلاصه موضوع رو هی پخش کردن که این ربایا هر روز یه حلاخه از خودشون در میارن، تا اینکه خلاصه یه روز بعد فردا پسر دانشگاهیش میاد میگه مامان دکترا فهمیدن که کاهو، حالا این هم از همه جا بیخبر که دیروز برادرش اومده از یشیوا چی گفته، میام دیگه مامان دکترا گفتن که کاهو یک ذره فسفاتش، نمیدونم اینش، یه ذره اونش، یه ذره کرمهاش، یه ذره پشهاش امسال بیشتر شده و مبادا که تو سالات دیگه کاهو استفاده بکنه. آه واقعا راستی میگی؟ به پسر و خاله و دایی و عمه زنگ زدن فلانی از دانشگاه آمده، دکترا، پزشکان، دانشمندان، محققین کشف کردن که تو کاهو
یه پشه‌های ریز مخصوصی هست که حتی رنگش هم سبزه که اصلا تو برگ کاهو فرق معلوم نمیشه. و گفتم مبادا که اینها رو بخورید، من که چند تاشو خریده بودم همینجوری درسته انداختم تو سطح آشغال. آدم چرا بخواد روزی شکتار بگیره؟ با امید خدا بعد از اینکه پشه‌ها رفتن باز میخریم. اه همین حرفا که دیروز بچه یه شیوایید زد و تازه حالت دفاعی و حالت الان که پسر دانشگاهیت میزنه چقدر تازه بهتر قبول میکنی و تازه نه اینو دکترا گفتن، اونو ربایا گفتن، ولی همه حرفه که موقعی که به دین و آیین میرسه فوراً یتسرهارا میاد جلو آدم رو میگیره. هلان مبادا بذاری گولت بزنن. تو میخوای هلاخا رعایت بکنی؟ تو میخوای شمر میسواد بشی؟ تو میخوای دیگه دست به برق نزنی؟ تو دیگه میخوای کاشر بخوری؟ میخوای مذهبی بشی؟ مگه نمیبینی؟ به همین دلیل اخامه میگن با اینکه ما این همه مشتاق راحتی هستیم، ولی اتفاقا شباد که روز راحتی میشه برای خودمون هزار کار دست و پا میکنیم. اصلا میگه مبادا من شباد استراحت، آقا پول مورگیج دارم، پول وام دارم، بعد خرج زن بچه بدم، تازه پرکارترین، فعالترین، مشتاقترین، سرحالترین افراد میشیم شباد که مبادا من بخوام شباد استراحت بکنم، مبادا بخوام. تو که تا دیروز دکتر اعصاب میرفتی برای اینکه یه مقدار اعصابت، فشارت کم بشه، یه ذره حالت بهتر بشه، پچه روز شباد که رسید که بهترین کلینیک اعصابه که فشار روحی تو کم بکنی و فقط به تورام میسود یا روحانیت مشغول باشی و از فشارهای هفته خودتو دور بکنی، پس چرا؟ نه این بابا دیگه بعد از چند روز آدم میخواد با خانوادهش باشه شباد. مگه میشه آدم حکومت نظامی نه زنگ بزن، نه تلویزیون ببین، نه این کار بکن، نه اون جا برون، مگه میشه؟ به همین دلیل بله هر موقع هر چیزی اسم میسوا دین آیین تورا به خودش بگیره ما فوراً حالت دفاعی میگیریم و یک جوری میخوایم میانبر بزنیم و اون رو بایپاس بکنیم. پس خدا رو شکر که هر هفته خداوند این زخوت رو به اون میده که میگه بیا در هتل من مجانی استراحت کن، منوخات نفش، اون آرامش جانت رو به دست بیار، چون 6 روز دیگه رو در پیش داریم. این هفته 6 روزه ما، این تلاطم و بالا پایینی هاش، 1 روز کامل شبات رو لازم داره که به آدم یک تقویت قدرت روحی بده که بتونه 6 روز دیگه رو مجددن شروع کنه. معمولا بعضی از ماهی هایی که توی اقیانوس، توی دریا یا از نظر تعداد یا نظر سلامتی نمیتونن دوام بیارن، اونها را از قبل در یک پرورشگاه های اکواریوم های بزرگ قرار میدن، پرورش میدن، تقویت میکنن، بعد
اونها را راهی دریا و اقیانوس میکنن. حتی بعضی از دلفین ها، بعضی از ماهی هایی که نسلشون در انقراض داره کم میشه، تولید نسلشون رو زیاد میکنن در این پرورشگاه و آکواریوم ها، بعد اونها رو راهی اقیانوس و یا دریا میکنن. خداوند هم همین کار رو میکنه با شبات، میگه بیا قدوسیت تو، پاکی تو، روحانیت تو، منوحت نفش، راحتی جان و روانت رو یک ذره بالا ببر، که موقعی که وارد دریا و اقیانوس و شش روز هفته میشی بتونی تحمل کنترل نفستو داشته باشی. کسی که از نظر شبات بتونه اون تقویت رو در خودش پدید بیاره و نگذاره نفسش یتسرهاراش اون رو گول بزنه، همین هوشیاری، همین تسلط رو در وسط هفته بر روی نفس خودش خواهد داشت که یک حالت کنترل و فرمانبرداری داره و گول یتسرهارا و ساتان رو به این زودی نمیخوره. گوشی دستشه، دو چشی حواسش به خودش هست، یا بهتر بگیم چهار چشی. پس شبات با این قرص آرامشش در ما یک هوشیاری و کنترل و تسلط و تعادل در طول هفته پدید میاره. پس چقدر بیشتر آدم باید بدونه که در روز شبات چه کار میتونه نکنه، نه اینکه دنبالش باشه که چه کار بتونه بکنه، اینکه اتفاقا هی ببینه چجوری این تعطیلات خودش رو در روز شبات کاملا استفاده بکنه، که دیگه نه لازم باشه کولری روشن بکنه، کولر از قبل روشنه، لازم نباشه که چیزی بپزه، غذا از قبل پخته شده، لازم نباشه که بیلی بزنه، از قبل شخم زده شده. اینکه اتفاقا دنبال این باشه که آقا من دیگه چه کار نمیتونم بکنم، چطور میتونم این تعطیلی و راحتی ما بیشتر بکنم، نه اینکه تازه بگه حالا اگه یک ذره آدم اینجوری بکنه اینم اشکال داره. شما داری هی میخوای تعطیلات خودتو کمتر بکنی، حالا یعنی اومدی هتل، هتل 10 ستاره، پس ببینیم در روز شبات در نظر هلاخای شبات چه تعطیلی و راحتی دیگری را در اختیار ما میگذاره. یکی از موضوعهایی که در روز شبات آسوره درمانه، البته در مورد بیمار و مریض معمولی و یا آدم سالم داریم صحبت میکنیم، اما شخصی که بیمار یا خطر داره یا بیماری وخیم داره، صد البته که شبات مجاز برای درمان و سلامتی اون، به حدی که حتی میگن شبات هم رو براش حلول میکنن که جونش رو نجات بدن. چرا؟ یه شبات براش حلول میکنن اما زنده میمونه و هزاران شبات دیگه رو نگه میداره. یکی از این موردها که گفتیم در مورد اشخاص سالم و kind of نیمچه مریض اپلای میکنه رفوا درمانه، و یکی از طریقای درمان در قدیم عرق کردن بوده، سویدینگ، که خودشون رو در یک حرارتی گرمایی قرار میدادن، عرق میکردن و این بهشون یک حالت درمان داشت، مثل سونا. سوال اینجاست
آیا آدم میتونه روز شبات ورزش بکنه؟ ورزش کردن در انسان حرارت پدید میاره و آدم عرق میکنه و این عرق کردن در انسان حالت درمان داره. جدا از این که در گمارا میاره شلو نیتنو شباتوت و یامیم توویم الا کدش اسرائیل یاسکو بایم بطورا. جدا از این که اصلا خداوند شبات ها و یامیم توویم رو به ما داده که ما مشغول تورا و میسوت باشیم، به روحانیتمون، به قدوسیتمون اضافه بکنیم، نه اینکه خودمون رو مشغول کارهای دیگه بکنیم و هیچ نوع طعم مقدسی و تورایی در خودمون پدید نیاریم. ولی آیا میتونه شخص ورزش بکنه در روز شبات؟ عقیده اول آسور لیت عمل به شبات کشم میتکوین لحظیه، کسی که به منظور عرق کردن که یه عرقی ازش بیاد، کسی که به این منظور ورزش میکنه آسوره. آسور لیت عمل، آسور که آدم ورزش بکنه در روز شبات کشم میتکوین لحظیه، که نظرش به خاطر عرق کردن. اول کل شنو میتکوین لحظیم میکار حدین این بازی ایسو. اما کسی که ورزش میکنه یا میدوه تندتر که میخواد برسه به کنیسا و یا الی آخر، نه به عنوان به منظور عرق کردن، خدا رو شکر سالمه، همه چی میخواد یه حالت تحرکی، جنبشی در خودش پدید بیاره، یه ذره عضلاش رو باز بکنه، به بدنش یه تراوتی بده، نه برای عرق کردن. اما عقیده دوم میگه اگر نظرش عرق کردن نیست، بلکه یه حالت سرحالی و یه حالت نرمی عضله و الاخر، متاره. و یه شمریم شکل شکرانات و لفا افل اینو میزیه اصول تعمل به شبات. عقیده سوم چی میگه؟ میگه فراموش نکن، آیا همین تحرکش و جنبشش و ورزشش به منظور رفوع، به منظور شفا و درمانه، یا فقط ورزش؟ میگه اگر به منظور درمانه، مثلا که شخص دستش پاش درد میکنه و با این ورزشی که میکنه درد دست و پاشو کم میکنه، جنبه درمان داره. آمین. میگه این حتی با اینکه عرق هم نمیکنه آسوره، مگر اینکه متعمل لتعنوگ، تمام دلیل ورزشش و تحرک و جنبشش به خاطر تعنوگ، به خاطر لذت، یه مقدار سرحالیه. اون موقع تا مادامی که برای عرق کردن نیست مطار، در روز شبات مجاز. اما هاراب می فرماد کلن این که آدم خودشو در روز شبات به خستگی و یا ضعف و ناتوانی نیاره. درسته که ورزش کردن در روز شبات یا هر روز در انسان یک سرحالی میاره، عضلات رو نرم میکنه و الی آخر، اما بعدش طرف دیگه خسته، میخواد یه ذره استراحت بکنه یا یه ذره بخوابه یا یه ذره
همین این اصلا کلن برنامه هدف شبات رو ازش میگیره، فکر میکنه که شبات یک روز دیگری از روز هفته است که فقط آزادانه میتونه سر کار نره. ولی خب هستن خیلی از دوستان که واقعا نیتشون پاکه، میگن آقا ما الان چند ساله که دیگه شبات نگه میداریم. اه خدا شد، چجوری؟ من دیگه سر کار نمیرم شبات. فکر میکنیم فقط شبات نگه داشتن سر کار نرفتنه، مغازم تعطیله. ولی خب روز شبات من نیدم تالا تو کنیسا، نه تو کنیسا و اینا دیگه، ولی مغازمون بسته است، سر کار نمیریم. تو کلاس تورا، شیور تورا نیدمت، نه دیگه حالا اونجوری، ولی من شبات مغازم بس است. ولی من دیدم که نمیدونم از سوپرمارکت میومدی بیرون، دیگه خرید خونه رو دیگه گذاشتیم روز شبات، دیگه آدم باید به وسط هفته که آدم نمیرسه، صبح میره شب میاد، بالاخره یه شبات و روز تعطیلی آدم سری کارهای خونه رو گذاشتم، خریدامونو اون موقع میکنیم، با بچه ها میریم شاپینگ، مالی جایی با هم دیگه، دیگه یه وقتی هم با آدم باید با خانوادهش بگذاره دیگه، تو مال، تو شاپینگ سنتر، نه تو کنیسا یا سر میز شبات. این که شخص برداشت اشتباه از شبات داره، درسته من سر کار نمیرم، ولی دیگه خب یه سری کارهای دیگه نمیتونم برای خودم جور کنم. ولی خب اصل شبات برای دین و آیین و توراست. اگه آدم نتونه در روز شبات یه ذره تورایی که پاراشایی که هلاخایی که لازمه رو یاد بگیره، وسط هفته سردرگمه. یتزرهاراش هیچ نه حالت دیگه ضعفی نداره، با تمام قوا میگه این تومه خوبیه، شکار خوبیه، اصلا این حالیش نیست، نه از دین، نه از آیین، نه هلاخا، هیچی. برمیدر شلما همه در میشله میفرماد که حنام مزورا ها رشد بینه کل بل کناف، میگه اون پرندهی که داره تو هوا پرواز میکنه، موقعی که به پایین نگاه میکنه، اصلا و ابدا پهناوری دام رو نمیبینه، فقط اون تومه رو، اون ارزنه رو، اون گندمه رو میبینه. که حنام مزورا هارشت، کاملا بیمعنی و نامفهوم گسترش دام، اون دامی که شکارچی گذاشته برای اون کبوتر، نمیفهمه، متوجه نیست که 10 متر یا 1 متر اصلا براش فرق نداره، خطر رو حس نمی کنه، فقط چی رو حس می کنه؟ میشناسه اه یه تیک گندم اونجاست. که حینام مزورا هارشت بینه کل بل کناف، و اینجوریه که آدم تو دام یتزرهارا و نفسش میفته، اون لذته، شیرینیه، راحتیه. و همین دلیل اگر انسان روزهای شبات به یتزر حتی به خودش یه ذره قدرت نده، یه ذره تورا نده، یه ذره میسوت نده، یتزرهاراش در طول هفته کاملا اون رو کنترل میکنه. اما کسی که یتزر حتی بهش رو میاد قوی میکنه، مثل اینکه چرخاش رو باد میزنه، روغنش رو عوض میکنه، در روز شبات با روحانیت و قدوسیت، اون موقع است که در 6 روز هفته هنوز میتونه با یتزرهارای خودش یه ذره کلنجار بره، یه ذره هنوز خودداری بکنه، یه ذره دیرتر گناه بکنه. پس بله، بعضی کارها رو آدم میتونه پیش این ور اون ور بره، یه ذره براش هتر و مجاز پیدا بکنه، اما از وقت تورات داری میگذنی، شباتتو داری هدر میدی. اون منوحت نفش،
آرامش درونی که باید داشته باشی و نداری. و اون موقع است که خستگی روی خستگی و گمراهی روی گمراهی بیشتر میشه. هشم کمک کنه که همه اینا رو خداوند از ما دور بکنه و بتونیم به طور کامل به منوحد نفش و درجه و نزدیکی تورا در روز شبات به خوبی دست پیدا کنیم. باروخ هشم لعولم. همه و همه.